در شباهنگ، جشنواره موازین در مراکش، گزارش از گروه موسیقی کانتری کارترز کور، و در گزارش هنری بهنام ناطقی مصاحبه با محمود کریمی حکاک، کارگردان و استاد دراما در دانشگاه سینای ایالت نیویورک، درباره اجرایی که به اقتباس از نمایش هملت روی صحنه برد به نام هملت ایران، ترکیبی از ماجرای جنبش سبز ایران و تراژدی معروف شکسپیر. شباهنگ پنجشنبه شب خوش اومدید. تایس فرهادی هستم، از شما عزیزان دعوت میکنم با ما همراه شوید تا شباهنگ امشب رو با هم ورق بزنیم. اما در ابتدای برنامه مهمترین رویدادهای روز در دنیای هنر، فرهنگ و تکنولوژی در حرف اول امشب. The winner of American Idol season 10 is Scotty McCreery. در آمریکا، سکاتی مکرری، خواننده جوان از ایالت نورث کارولینا، در دهمین فصل از رقابت‌های امریکن آیدل به مقام اول دست یافت. شب گذشته پس از خاتمه رقابت‌های امریکن آیدل، مراسم جشن پیروزی سکاتی در سالن نوکیا در لس آنجلس برگزار شد. در بولیوی، صدها تن از اهالی لاپاز در مراسم سالانه روز چالش در خیابان‌ها ورزش کردند. این مراسم بین‌المللی در آخرین چهارشنبه از ماه مه در هر سال با هدف تشویق مردم به ورزش برگزار می‌شود. امسال 13مین سالی است که بولیوی در این جشن سالانه شرکت می‌کند. جشن روز ورزش در کشورهای مکزیک، ونزوئلا، شیلی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان برگزار شد. در بریتانیا، مراسم افتتاحیه فروش کتاب کارت بلانچ یا اختیار تام از جفری دیور بیشتر شبیه مراسم هالیوودی بود تا یک تبلیغ ساده برای فروش یک کتاب. اختیار تام نسخه جدیدی از داستان‌های 007 جیمز باند است. لوسی فلمینگ، خواهرزاده آیان فلمینگ، خالق داستان‌های جیمز باند، میگوید جفری دیور با کتاب جیمز باندش مایه افتخار آیان فلمینگ است. خبر دیگری از بریتانیا، تصاویر سه‌بعدی از جنگ جهانی دوم که در اصل سه‌بعدی گرفته شدند در یک مستند تلویزیونی در شبکه اسکای منتشر می شود. در این مستند که جنگ جهانی دوم در تصاویر سه‌بعدی نام دارد، شبکه اسکای نشان می دهد که چگونه نازی‌ها از تکنولوژی سه‌بعدی برای تبلیغات و آموزش جنگ استفاده کردند. در این مستند همچنین دیده می شود که چگونه متحدین نیز از فناوری‌های سه‌بعدی برای مشخص کردن اهداف بمباران‌های هوایی استفاده می کردند. و سرانجام این که مارک کلی، فرمانده فضاپیمای اندیور، خاتمه ماموریت‌های فضایی این سفینه را تلخ و شیرین نامید. او گفت دستاوردهای چشمگیر این سفینه راه را برای اکتشاف‌های آینده در مرزهای جدید در فضا هموار خواهد کرد. سازمان فضایی آمریکا ناسا کلیه ماموریت‌های فضایی به ایستگاه بین‌المللی را به علت هزینه‌های عملیاتی بسیار بالا متوقف می‌کند و به جای آن در ساخت سفینه‌هایی که بتوانند فراتر از مدار زمین در ارتفاع 355 کیلومتری پرواز کنند سرمایه‌گذاری خواهد کرد. تحقیقات بخش فارسی صدای آمریکا نشون میده وبسایت‌های مشکوک زیادی برای کاربران ایران جهت ارائه نرم‌افزارهای فیلتر شکن ایجاد شده. با آرش علایی هستیم تا اطلاعات بیشتری در این مورد به دست بیاریم. خب آرش، داستان چی؟ البته میدونم که در برنامه 2.0 در موردش صحبت کردیم این هفته، ولی برای کسایی که ندیدن باز توضیح بده که داستان از چه قرار است. داستان از تحقیقات ساده خبرنگاری ما شروع شد که هر هفته انجام میدیم. یک مسئله‌ای که ما به طور اخص در برنامه دورخت صفر تعقیب می‌کنیم، مسئله امنیت سایبری برای کاربران ایرانی هست، به خصوص این که ما در صفحه فیسبوکمون هم تقاضاهای بسیاری دریافت می‌کنیم از مردم که از ما می‌خوان می‌پرسن مثلا نرم افزارهای مطمئن رو بهشون معرفی بکنیم. و چند هفته پیش من در حالی که داشتم تو اینترنت می‌چرخیدم
فارسی توی گوگل تایپ کردم VPN و حدود 700-800 تا گوگل به من شرکت معرفی کرد، وبسایت‌های مختلف که همه‌شون هم به فارسی هستن و این شرکت‌ها در حال ارائه دادن فیلتر شکن‌های VPN به کاربران ایرانی هستن. حالا یه خود برگردیم به عقب‌تر. اینترنت ها هممون میدونیم در ایران به شدت فیلتر هست و کاربران ایرانی یکی از مفرهایی که دارن برای فرار از سانسور حکومتی یکیش VPNه. بعد از انتخابات ریاست جمهوری میدونیم که سانسور خیلی از وبسایت‌ها بیشتر شد و بعد یک قانونی اگر خاطرت باشه مجلس تصویب کرد، قانون مبارزه با جرایم سایبری که قسمتی بسیار مشخص رو به کار کردن با VPN ها اختصاص داده و در این قانون میگه که استفاده و پخش کردن هر گونه نرم افزار فیلتر شکن مخالف قانونه و با کسایی که این کارو بکنن برخورد قانونی میشه. حالا ما الان وبسایت هایی رو میبینی که فارسی زبان هستن، آدرس فیزیکی در تهران یا شهرستان ها دارن، از کاربرانشون میخوان که از طریق سیستم بانکی، مثلا بانک سامان، بانک تجارت، سیستم بانک داخل ایران پول رو واریز بکنن به حساب این شرکت ها. و شما وقتی ببینید که حکومت ایران این همه خرج کرده که بخواد اینترنت رو فیلتر کنه، حالا یه کاربری بیاد با ماهی 2-3 هزار تومن مثلا یا تمام این فیلترینگ حکومتی رو دور بزنه، یه جای کار میلنگ. خب آیا مجانی هم میدن این فیلتر رو یا فقط باید بخریم؟ من تمام اون وبسایت هایی که داده بود گوگل رو البته نتونستم مطالعه کنم، تعدادشون خیلی زیاد بود. اون چیزی که ما دیدیم در ابتدا از شما میخواهند که یک فرمی رو پر کنید. فرم رو حالا شما میتونید پر کنی، اسم آدرس تو الکی بذارید یا هر چیزی، ولی بعد از شما میخوان که از طریق بانکی پرداخت کنی. کارتایی که ما بهش میگیم ATM کارت اینجا، یا کارتای خود پرداز یا حساب بانکی، و بعد کاربری که این کارو میکنه بعد یک چیزی رو بدونه. شما اگر دارید از طریق سیستم بانکی کشور در داخل ایران مبلغی پول رو برای خرید VPN صرف میکنید، مثل این میمونه که خودتون پرچم رو بگیرید و اعلام کنید به مقامات که من میخوام از اینترنت اون استفاده رو بکنم که شماها نمیخواید، و این یک اعلام رسمیه که من دارم همچین کاری رو میکنم. تمام این اطلاعات، شما ممکنه میگم یه سری هاشو دروغ بگی، ولی بانک تمام اطلاعات شما رو داره و اگر همچین اتفاقی بیفته نه تنهاش کارت ملی شما، شماره حسابتون، آدرستون، خلاصه بدون اینکه در خونتون رو بزنن میتونن تمام اطلاعات مربوط به شما رو داشته باشن. خب حالا آرش، از کجا معلوم که اینها، این سایت ها واقعا مربوط به حکومت ایرانه؟ سوال خوبی. البته ما هیچ راه رسمی نداریم که این اطلاعات رو تایید بکنیم که حتما اینها حکومتی است، اما چیزی که میتونیم بگیم اینه که آنچه اطلاعات شما در این وبسایت ها میبینید همگی مشکوک است و طبق قانون جمهوری اسلامی خلاف قانون هست. اصلا داشتن این وبسایت، بالا بردنش خلاف قانونه. و بعد میدونیم مثلا ما وبسایت خود صدای آمریکا، وبسایتی که مثلا نرم افزارای فیلتر شکن ارائه میده، میدونیم سر این وبسایت در ایران چی اومده. فیلتر شده، به راحتی بلاک شده، از روز اول شده. شما خودت خاطرت هست که در اون اوج تظاهرات ما پراکسی روزانه معرفی میکردیم و 24 ساعت بعد ملت میگفتن که فیلتر شده. حالا این وبسایت ها چه جوری الان دارن کارشون رو میفروشن کارشون رو ادامه میدن و از طرف حکومت جلوشون گرفته نمیشه. کار ما سوال پرسیدنه. اینجا ما هم که سوال میپرسیم بدونیم که امنیت اینها چجوری تامین میشه. خب حالا کاربران ایرانی که میخوان دسترسی به اینترنت پیدا کنن واقعا باید چی کار کنن؟ ببین، چندین نرم افزار هست که ما تحقیقاتمون نشون میده که نرم افزارهاییست که جزو اون منابع مطمئن و امن به حساب میاد. یکی از این نرم افزارهایی که خود وبسایت صدای آمریکا هم در پخش کردنش کمک میکنه نرم افزار سایفون هست. یکی دیگرش نرم افزاری است که برگردان فارسی شده پرواز، ولی همون نرم افزار فریگیت هست که در چین خیلی موفق. و نرم افزاری که ما میدونیم در ایران، دو تا نرم افزار است که در ایران خیلی خوب جواب داده، که نرم افزار تور هست. تور یک فناوری جدیدی است که توسط EFF در واقع دیولپ شده، الکترونیک فاوندیر فاوندیشن یا جبهه متحد الکترونیک که مقرش در سان فرانسیسکو هست. یک سری اکتیویست های فعالان اینترنتی تمام دنیا هستند. و نرم افزاری که از یک شرکت آلمانی به اسم رزولوشن، نرم افزاری است به اسم یور فریدام، برای کشورهای تحت سانسور شدید این نرم افزار طراحی شده. میتونن به وبسایت سر بزنن. البته من حدس میزنم که همه اینا در ایران فیلتر شده باشه، اما تمام اینها ایمیل لیست دارن که میتونید شما ایمیل بزنید و از طریق ایمیل اون نرم افزار رو دریافت کنید. خب
خب ممنون از آرش عزیز. فقط برامون تا یکم وقت داریم بگو که برنامه هفته دیگه 2.0 در چه مورد خواهد؟ ما چند وقت پیش آقا حامد فرستادیم سمت آستین و بعد هم اشتباه نکنم خیلی رفته به کالورادو سپرینگز در ایالت کالورادو. خودش میدونی که حامد یکی از بچه هاییست که چند سالی که سنوبورد میکنه. بله. ورزش های زمستانی بسیار علاقه داره. این هفته اختصاص داره به گزارش حامد از ورزش های زمستانی و فناوری هایی که به بهتر شدن تجربه کاربران در این ورزش کمک میکنن. حتما ببینید از دستش ندید. ممنون از آرش عزیز. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. مرسی آرش. کمپانی اسرائیلی جیوماین تکنولوژی نوینی رو طراحی کرده که به وسیله اون مناطقی که در اون مین‌گذاری شده رو در مدت زمانی کوتاه تشخیص میده. این کمپانی حالا برای خنثی کردن مین در کشور آنگولا به سر میبره. گزارش در این ارتباط با هم ببینیم. تکنولوژی جدیدی وارد بازار شده که قادر است با کاوش غبار موجود در هوا محل‌های مین‌گذاری شده را تشخیص دهد. این تکنولوژی به کشورهای نظیر آنگولا که محل‌های نامشخص مین‌گذاری شده دارد کمک می‌کند تا هرچه سریع‌تر محل مین را تشخیص داده و آن را خنثی کنند. یکی از بزرگترین چالش‌های بر سر راه کشورهایی چون آنگولا وجود میلیون‌ها مینی است که محلشان مشخص نیست. انفجار این مین‌ها تاکنون سبب مرگ یا نقض عضو تعداد زیادی از ساکنان آن کشور شده است. گفتنی است که این شیوه جدید مین‌یابی توسط کمپانی اسرائیلی جیوماین طراحی شده. در این شیوه زمینی که مین در آن تعبیه شده توسط دوربین ویژه عکس‌های با نمای دور گرفته می‌شود. سیستمی که به طور کلی پیش از این برای زمین‌های زراعی از آن استفاده می‌شد. از این طریق می‌توانند جای مین‌هایی که پس از مدتی در خاک بودند نیتروژن ترشح می‌کنند را تشخیص دهند. گفتنی است که هر ماده در طبیعت واکنش خود را نسبت به محیط پیرامونش خواهد داشت. به گفته بوزاک لایورش، مؤسس کمپانی جیوماین اسرائیلی، باید برای پیدا کردن جای هر مین به دنبال اثری از آن گشت. پس از عکاسی از محل طبیعی مین‌ها، جیوماین آنها را با عکس‌هایی که توسط ماهواره گرفته است مقایسه می‌کند و سپس ناحیه‌های خطرناک را مشخص می‌کند. When someone give you a report of where he جیوماین میگوید ممکن است کسی به شما بگوید که در چه محلی مین را قرار داده، اما این امکان هم وجود دارد که او در انتقال تاریخ مین گذاری اشتباه کند و افرادی که به دنبال خنثی کردن مین هستند با استفاده از تاریخ اشتباه به کلی همه را با خطر مواجه کند. بنا به آمار سازمان ملل متحد 1100 سال طول می کشد و 33 میلیارد دلار هزینه می برد تا کلیه مین هایی که در سراسر جهان موجود است را خنثی کرد. در آنگولا کمپانی جیوماین به دولت آن کشور کمک می‌کند تا مساحتی برابر با 100 کیلومتر مربع که پیش‌بینی می‌شود در آن مین تعبیه شده باشد را پاکسازی کنند. کمپانی جیوماین تا کنون مشخص کرده که در 95% از آن زمین‌ها هیچ گونه مینی وجود ندارد. کشور اسرائیل نیز از جمله کشورهایی است که در صدد پاکسازی زمین‌های مین‌گذاری شده‌اش است. گفتنی است که ارتش اسرائیل تا کنون در مساحتی برابر با 200 کیلومتر مربع 2 میلیون مین را خنثی کرده است. سرهنگ ایران پارکر، مهندس بخش شمالی ارتش اسرائیل می‌گوید سیستم جدیدی که کمپانی جیوماین به کار گرفته است با تشخیص مناطق مین‌گذاری شده وقت بسیاری را برای ما می‌خرد. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. یک شرکت اسرائیلی در حال طراحی و ساخت خودرو پرنده است که به اندازه هلیکوپتر قابلیت مانور داره، اما فاقد محدودیتایی که پروانه و دوم هلیکوپتر ایجاد میکنه. خودروی به نام اکس هاوک با هم ببینیم. این وسیله ممکن است به نظر شبیه خودروهای پرنده در داستانها و فیلمهای علمی تخیلی باشد، ولی اکس هاوک به زودی رنگ واقعیت به خود میگیرد. اکس هاوک در حقیقت ترکیبی از نفربر آبی خاکی هاورکرافت و هلیکوپتر است و میتواند خودرویی برای آینده باشد. پروژه طراحی و ساخت این خودروی پرنده توسط رفی یویلی، طراح اسرائیلی و مؤسس شرکت هوانوردی شهری در سال 2002 آغاز شد.
این شرکت به دنبال غلبه بر موانعی است که در 60 سال گذشته پاشنه آشیل هوانوردی به شمار می‌روند. به همین دلیل یوئلی به دنبال ساخت وسیله‌ای بود که همان شتاب هواپیما را داشته باشد و بتواند به آسانی در محیط‌های شهری مانور بدهد. ایده خودروی پرنده‌ای که روتر یا موتور چرخان و پروانه آن بیرون از چارچوب خودش نباشد به دهه 1950 میلادی باز می‌گردد. در آن سال‌ها چند شرکت سعی کردند خودرویی با این ویژگی‌ها طراحی کنند ولی هیچ کدام موفق نشدند. یکی از بزرگترین جاذبه‌های خودروی پرنده اکس هاک نزدیک شدن به ساختمان‌ها و آسمان‌خراش‌ها برای کمک به اشخاصی است که در این ساختمان‌ها گیر افتادند. پیش از این ماشین‌های پرنده‌ای که از پره‌های داخلی استفاده می‌کردند با سه مشکل اصلی مواجه می‌شدند. نخست سوخت آنها به سرعت و پس از 20 دقیقه پرواز تمام می‌شد. دوم اینکه کنترل آنها در بادهای طوفانی تقریباً غیر ممکن بود و دست آخر اینکه سرعت بسیار کمی داشتند. ما با این خودروی پرنده که روتر داخلی داره، برابر باد مقاومه و سرعتی معادل سرعت هلیکوپتر داره، فصل جدیدی در پرواز ما این گونه خودروها گشودیم. یوئل شرح می‌دهد برای استفاده از روترهای کوچکتر و همچنین حفظ تعادل باید هوا را با سرعت بیشتری به ورودی‌های روتر هدایت کرد. به همین دلیل این خودروهای پرنده به گونه‌ای طراحی شدند که هوا بیش از 100 بار در ثانیه از سطوح مختلف آن عبور می‌کند و به سمت تیغه‌های کنترل درون روتر هدایت می‌شود. همین کار باعث می‌شود تا این خودروی پرنده راحت‌تر از هلیکوپتر پرواز کند. در این خودروهای پرنده برای مانور مؤثر در شهر یا مناطقی که از طبیعت متراکمی برخوردارند، به جای موتور و پروانه هلیکوپتر از فن‌های قابدار استفاده شده. روتر و پروانه بزرگ روی یک هلیکوپتر محدودیت‌های زیادی رو از نظر محل فرود و ایمنی ایجاد می‌کنه. این برای همه هلیکوپترها خطر شماره یک به شمار میره. اگه ما بتونیم اندازه روتر رو به اندازه کم کنیم که درون بدنه جا بگیره، این یه انقلاب واقعیه. به همین خاطر این خودروی واقعی، امن و مفیده. به گفته بویلی خودروی پرنده اکس هاک به خاطر قدرت مانور و توانایی فرود و حرکت در سطوح مختلف کاربردهای زیادی دارد، از جمله آمبولانس هوایی، تاکسی هوایی، نجات انسانها از میان آتش سوزی و همینطور استفاده به منظور بازرسی پلها. قرار است اولین پرواز آزمایشی خودروی پرنده اکس هاک در سال 2012 انجام شود. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. در این قسمت برنامه به جشنواره موسیقی موازین در شهر رباط مراکش می‌ریم. این جشنواره هر سال از هنرمندان عرب و بین‌المللی دعوت می‌کنه در اون شرکت کنن و هزاران علاقمند رو به سمت خود می‌کشونه. با هم این گزارش نگاه می‌کنیم. در حالی که طبل نوازان آفریقایی می‌نواختند، خیابان‌های شهر رباط به یک زمین رقص تبدیل شد. این رقص و شادی به مناسبت فستیوال موسیقی موازین برگزار شد که در گذشته افراد مشهوری چون استیوی واندر را هم به خود جذب کرده بود. امسال نیز افرادی چون شکیرا و لاینل ریچی و چندین ستاره از دنیای عرب در این جشنواره شرکت خواهند کرد. نوازندگان از کشور سنگال موسیقی سنتی کشور خود را نواخته و توجه بسیاری را به خود جلب کردند. عزیز داکی، سازمانده این جشنواره، میگوید توجه امسال بر تغییرات سیاسی است که در شمال آفریقا صورت گرفته است. چیزی که درباره دهمین سال این جشنواره میخوام بگم اینه که پروژه تاریخی وجود داره که به دموکراسی و آزادی در دنیای عرب ربط داره. این پروژه توسط کوینسی جونز، تولید کننده آمریکایی، و رودئون، یک تولید کننده مراکشی طراحی شده و قراره در بین هنرمندان اتحاد به وجود بیاره. در حالی که تظاهرات علیه دولت سوریه ادامه پیدا می کند، مایادا الحناوی، خواننده سوری، عقیده دارد هنرمندان نباید در سیاست دخالت کنند.
یک هنرمند باید از سیاست دوری کنه. یک هنرمند به همه دنیای عرب وابسته است، نه تنها به کشورش. من از تغییرات حمایت میکنم، اما از خراب کردن نه. هرچند این جشنواره بسیار محبوب است و هر سال هزاران نفر را به سوی خود میکشاند، اما تظاهراتی نیز علیه آن انجام گرفته است. گروهی به نام 20 فوریه عقیده دارند بهتر از پولی که برای برگزاری این جشنواره مصرف میشود در راههای بهتر خرج شود. برخی از اعضای این گروه گفتند که ممکن است مزاحمت‌هایی ایجاد کنند. این فستیوال از 20 می آغاز شد و تا 28 می ادامه خواهد داشت. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. گروه سه نفره کانتری کارترز کورد که از سه خواهر تشکیل شده در مورد بزرگ شدن در یک خانواده اهل موسیقی از تجربیات خود و گروهشون صحبت میکنن. آلبوم جدید اونها Wild Together آلبوم دوم اونهاست. ترانه ها و آهنگ های آلبوم رو سه خواهر نوشتن و توبی کیث خواننده نامی موسیقی کانتری اونها رو در تهیه و ضبط آلبوم یاری کرده. Don't wanna go through the motions just because it's easy. Won't you give me that old look like you used to when you'd see me? Let's get back to living life a little less comfortable. اعضای گروه کارترز کورد جای پای والدینشان را دنبال می کنند. این گروه سه نفره که از سه خواهر جوانا، امیلی و بکی رابرتسون تشکیل یافته به ریشه اصلیشان موسیقی کانتری روی آوردند و در این مسیر و با توزیع آلبوم خود به هنرمندانی خلاق و برجسته تبدیل شدند. امیلی رابرتسون خواننده و نوازنده گیتار می گوید ما توی یه خانواده موزیکال بزرگ شدیم. پدر و مادرمون هر دو سالها تو گروه کانتری ویلن جنینگز می نواختن. در نتیجه ما با ویلن، جسی، شوتر و گروه راکن رول کریکتس بزرگ شدیم و این مطمئنن تأثیر بزرگی روی ما داشته. ما به غیر از موسیقی چیز دیگه ای رو نمی شناسیم. در 5 سال گذشته این سه خواهر استعدادهای خود را به کار گرفتند. هر سه آنها ترانه می نویسند ولی هر یک از آنها نقش منحصر به فردی در گروه دارد. بکی رابرتسون در گروه می خواند و دایر زنگی می نوازد. من خواهر بزرگترم، در نتیجه کمی حالت ریاست دارم و همیشه میدونم که چی درسته و چی بهتره. هر کدوممون یه کاری برای گروه میکنه. امیلی خواهر وسطه، به خاطر همین ما رو به هم نگه میداره و خیلی هم منظمه. جوانا هم خواهر کوچیکمونه. هر کدوممون نسبت به سنمون یه کاری انجام میدیم. خواهر نام اول مادرشان کارتر رابرتسون را به ستایش از او روی گروهشان گذاشتند. آنها خاطرات خوشی از به خواب رفتن با صدای آواز مادرشان دارند که در حقیقت الهام بخش موسیقی آنهاست. کارتر و همسرش بارنی رابرتسون خارج از گروه نیز با ویلن جنینگز دوستان صمیمی بودند و جنینگز برای دخترها نقش عمو را داشت. خواهران رابرتسون از سن کم برای دوستان و همسایه‌ها برنامه اجرا می‌کردند و استعداد خود را به نمایش می‌گذاشتند و حتی برای نمایش‌های خود بلیط می‌فروختند. جنینگز که بچه‌ها را خیلی دوست داشت، مشوق آنها بود و در بیشتر فعالیت‌های آنها شرکت می‌کرد. پس از پایان مدرسه، سه خواهر یک نسخه نمایشی از آهنگ‌های خود را ضبط کردند و برای بازاریابی شهر نشویل ایالت تنسی را زیر پا گذاشتند. سی‌دی آنها به دست توبی کیث افتاد. کیث خواننده، نوازنده و تهیه کننده موسیقی کانتری پس از شنیدن صدای خواهران بلافاصله با آنها قرارداد بست. نتیجه همکاری آنها مجموعه ای از آهنگ‌های متنوع و در عین حال مرتبط به هم است. آلبوم Wild Together گروه کارترز کورد 24 ماه مه در آمریکا به بازار آمد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن.
بالاخره در گزارش هنری بهنام ناطقی امشب مصاحبه‌ای داره با محمود کریمی حکاک، استاد دانشگاه سینا، درباره اجرای ابتکاری از نمایش هملت که گزارش تولید بهنام ناطقی در نیویورک. خب بهنام، خیلی جالبه که با اقتباس آقای حکاک تراژدی معروف شکسپیر هم ایرانی شده هم سبز. جالبه ببینیم چطوری این اتفاق افتاده. خب درسته، این نمایش که ماه گذشته اجراه اون در تالار بزرگ ساختمان فوی هال در دانشگاه سینا در شمال ایالت نیویورک است، این کالج سینا، به اتمام رسید، در جراید ایرانی داخل کشور خیلی سر صدا کرد و همینطور رسانه های فارسی زبان و مطبوعات انگلیسی که به ایران میپردازند. هرچند که گفتم اجرای به زبان انگلیسی بود، ولی همت بزرگی رو نشون میده از این استاد دانشگاه و کارگردان و مترجم برجسته تئاتر محمود کرمی حکاک که همین اخیراً ترجمه جدید از نمایش رویای نیمه شب تابستان شکسپیر رو در تهران روی صحنه برده بود و ده ها نمایش دیگه در ایران و آمریکا کار کرده. از جمله خود من یادم هست که حالا نمیخوام بگم چند سال پیش، ولی در مورد اجرای بزرگ و چشمگیری که بر اثر اشعار مولانا در تئاتر لامامای نیویورک روی صحنه برده بود، البته اونم به انگلیسی، گزارش تهیه می‌کردم. در مقدمه اجرای خود از نمایش هملت، کارگردان و اقتباس کننده اثر محمود کریمی حکاک می نویسد بودن یا نبودن دیگر مسئله نیست، بلکه عمل کردن یا عمل نکردن مسئله امروز این است. در اجرای او از هملت، صحنه های آشنای این نمایش شکسپیر رنگ و بوی ایرانی به خود می گیرند و مثلا جایی که روح ظاهر می شود، تماشاگران تصویری می بینند از دکتر مصدق که پدر کشته شده ی هملت ایرانی است. کار جالبی که شما کردین توی نمایش هملت ایران، ترکیب این جریان موج سبز و اعتراض به انتخابات با قصه قدیمی هملته، این ابتکار رو چجوری انجام دادی؟ ایده هملت به نظر من، اونجوری که من میخونمش حداقل، این هستش که یک جوانی که فکر میکنه اگر پادشاه بهتری بر مملکتش حکومت بکنه، مردم به نوای بهتری میرسن، مردم یه خود زندگی بهتری خواهند داشت. در چه مخالفتش با کلادیوس تنها به خاطر انتقام جویی از کشته شدن پدرش نیست، بلکه به خاطر اینکه کلادیوس پادشاه خوبی نیست. میدونی پادشاهی است در اولین لحظات پادشاهی خودش دنبال جنگ میگرده با فورتینبراس و هملت میدونه که کلادیوس نمیتونه مقاومت کنه در مقابل این لشکر خارجی و در نتیجه مملکت دوباره به دست خارجی ها خواهد افتاد. تفاوتی که من دیدم در حرکت سبز ایران این بود که جوانهای ایرانی دارن دنبال این میگردن که یک حکومت بهتری رو بیارن که دیگه این دفعه پادشاهی نیست، حکومت تک نفره نیست، بلکه حکومتی است که از خود مردم برخواسته، تلاشی است که در عرض 100 سال گذشته مردم ما کردن که سعی بکنن حکومتی رو بیارن که حرف مردم رو بزنه. حالا این هملت مردم هن؟ ببین هملت تمام جوانان. هملت رو یک دانشجوی دختر بازی می کند، یکی از دانشجویان هنرمند آقای کریمی حکاک به نام جسیکا روپرت، در برابر کلادیوس عموی هملت با بازی دانشجو جان دیدی که هر جا ظاهر می شود تصویری از آقای محمود احمدی نژاد بر پرده نقش می بندند. به نظر من هملت یک جوان است که در عرض 30 سال ادوکیت می شه، آموزش می بینه، به یه رشد آموزشی اجتماعی می رسه. جوانهای ما در عرض 30 سال به یک رشد آموزشی اجتماعی رسیدن. جوانهایی که در سال 79 میدونستن چی نمیخوان ولی نمیدونستن چی میخوان، اونا پدران اینا که دقیقاً که پدران اینها بودن، این جوانای امروزی که پسرها اونا باشن نه تنها میدونن چی نمیخوان بلکه میدونن چی میخوان. خب من میخوام راجع به این صحبت کنم که این دانشجوهای آمریکایی که این نمایش رو بازی میکنن، شما اینا رو چجوری آماده کردید و گذاشتید تو این پیاز؟ ببین ما حدود یکی دو ماه قبل از شروع نمایش، شروع تمرینامون، من این دانشجوها رو جمع کردم و به همشون مثل همون کاری که معمولا تو دانشگاه میکنیم یک تمرین دادم، یه هومورک دادم که این هومورکشون تحقیق راجع به حرکت سبز در ایران بود. نمایش طوری ساخته شده که در حقیقت روی صحنه نقشه ایرانه.
مرگ دختر هوراشیو وزیر نابکار کلادیوس، اوفلیای معصوم که عاشق هملت است و در نمایش شکسپیر در رودخانه غرق می شود، در اجرای آقای حکاک مرگ ندا آقا سلطان را تداعی می کند. ندا قاسمی و اوفیلیا به نظر من هر دوشون مهم نیست که کی کشته شده، هر دوشون فدای بیگناهی هم. مرگ معصومیته. چه در مورد ندا؟ چون تمام چیزایی که ما در مورد ندا خوندیم این هستش که اصلا نبود توی چیزا. باستی کنار. کار بکش کار نداشت. تمام چیزایی که در مورد اوفیلیا میدونیم اینه که این بیچاره اصلا به سیاست کار نداشت. عاشق یه نفر بود و میدونی به این روز افتاد، دیوانه شد و بعد مرد. پس تنش این سمبول، دو تا سمبول بیگناهی بر هم منطبق میشن. سمبول هملت و یک جوان حرکت سبز در ایران و گرترود و اصلا کشور ایران. گرترود مادر هملت اینجا به عنوان یک زن مطرح نمیشه، به عنوان کشور ایران مطرح میشه. برای همینه که هملت در اون صحنه مخصوصی که خیلی خوب میشناسی، میدونی که هملت دوتا عکس رو نشون میده، میگه از این شوهر به این شوهر رفتی. ما اونجا دوتا عکس مصدق و احمدی نژاد داریم که میگیم ببین از این شوهر به این شوهر رفتی. This was your husband. Look you now what follows. Here is your husband, like a mildew deer blasting his wholesome brother, a vice of kings, no more, a king of shreds and patches. Have, save me and hover over me with your wings, you heavenly guards. Laertes. که در حقیقت آدمی است که بعداً از فرانسه برمیگرده و میخواد حکومت رو به دست بگیره با زور، و توی نمایش ما میشه سرکرده بسیجیا. میدونی یه آدم گردن کرفته با لاتی اومده اونجا و میگه که نه من اصلا چون بابامو کشتی میخوام همتون رو بکشم. وقتی من این المانا رو توی خود شکسپیر بچه‌ها میخونن و یاد میگیرن و بعد میگی بهشون برو تحقیق کن رو حرکت سبز، اونا میان سوال میکنن، میگن پس این بسیجی‌ها چی فکر میکنن؟ بعد اون دانشجو در تحقیقش متوجه میشه که چقدر شباهت‌های بین این آدم و لیرتیس زیاده. خب همینطور میفهمه چه هم همین دانشجو هم حملت یاد میگیره، دقیقاً هم حرکت سبز رو میفهمه. آره this in that let me see alas این صحنه در نمایش آقای کریمی حکاک جلوی آبراهی اجرا می شود که روی صحنه نمایش که نقشه ایران است، دریای خزر رو به خلیج فارس و ایران رو به سراسر منطقه مربوط می سازد. خب این نمایش شما خیلی عقیدتی به نظر میاد، این کاری که درست کردید یه جور تئاتر عقیدتی نیست مثل خیلی برشتی مآب؟ ببین برشتی مآب نه، ولی شاید از این برمیگرده که من معتقدم که کارگردان همونقدر نقش خلاقی در جای یک نمایش داره که نویسنده در نوشتنش داره. به این معنا هست که من میام یه اسطوره رو میگیرم و این رو المان‌های بهش از خود اسطوره در میارم یا تجویز میکنم بهش که این اسطوره معاصر سازی بشه. یه جوری هم نمیشه گفت که شما داری در واقع به از شهرت اون اسطوره یا داستان شکسپیر یا هملت یا شهرت نمایش‌های دیگه‌ای که کار کردی که همه از نمایش‌های شناخته شده یا اسطوره‌های مشهور بودن، به نوعی داری استفاده ابزاری می‌کنی واسه اینکه یه کار جدیدی رو درست کنی. ببین این هیچ اشکال نداره، یعنی ما وقتی که هر کارگردانی که میاد نمایش از شکسپیر بذاره این رو میفهمه که یه دست تماشاگری که میان اونجا نمایش رو ببینن به خاطر اسم شکسپیر دارن میان، دارن میان که هملت شکسپیر رو ببینن. میدونی چندین تا اجرای مختلف از هملت داریم، تمام اینها نمایش شکسپیر رو دقیقا همونطوری که نوشته شده اجرا کردن. توی این چیزی که در اینجا تغییر پیدا کرده اون مسئله آخرشه که ما از حکومتی که در حقیقت هملت داره این رو تقاضا رو تجویز میکنه به مملکت، از زبون شما، از زبون من این تقاضا رو تجویز میکنه به مملکت که دوران حکومت‌های تک نفره سر اومده. Take care to hear the lesson of our play. The days of kings and monarchs now are past. این تیکر ما اضافه کردیم که هورش میاد توی جمعیت و به جمعیت میگه که همونطور که هملت گفته من به شما از شما میخوام که هر رأی مال هر انسان یه رأی داشته باشه و این رأی ها باشه که حکومت کنه. و اون وقت بعد آخر نمایش وقتی که
صحبت این تموم میشه ما میبینیم که تمام به عنوان اپیلوگ تمام اون کسانی که بازیگر بودن بلند میشن و با هم سرود همراه شو عزیز رو به فارسی میخونن. توجه میکنید در نتیجه نه تنها تماشاچی میشنوه شعر فارسی رو بلکه میفهمه چی هست چون میتونه بخونه و تصویر و تصویر این عشقی که واقعا عشقی است نان وایلند عشق غیر خشونت آمیزی که برای تغییر هست که چیزی که من در جوانای جنبش سبز میبینم. مرسی بهنام برای این گزارش. بهنام واکنش ها چی بوده به این اجرا؟ خب این یه اجرای تجربی دانشجویی بود در کالج سینا که بخشی بود حالا از برنامه گسترده‌ای که ماه گذشته اونجا داشتن درباره ایران، همراه بود با سخنرانی‌ها و بحث‌های کارشناسان درباره ایران معاصر و به هر حال نطفه کارهای ابتکاری هم اینطوری تو دانشگاه‌ها گذاشته میشه. حالا آقای محمود کریمی حکاک که قبلا گفتم تو خیلی از تالارهای عمده تئاتر حرفه‌ای در آمریکا کار گذاشته، حالا دنبال این هستش که این کارو بیاره در نیویورک در لس آنجلس و با گروه حرفه‌ای اون رو تمرین و اجرا بکنه و خیلی از مؤسسات تئاتری برجسته هم میخوان کارش رو. خب انعکاس این از دید منتقدها چطور بوده؟ یکی از کسایی که درباره این نمایش حالا نقد که نه بلکه گزارش کامل و مستند نوشته نویسنده سابق نیویورک تایمز هست، آقای استیون کینزر که کتاب ضد آمریکایی داره تحت عنوان همه مردان شاه، کتاب معروفی هست، در اون امتیاز زیادی به نقش آمریکا میده در برکناری مصدق از نخست وزیری ایران در زمان شاه، سیاست آمریکا در ایران رو میکوبه. آقای کینزر با نمادها و شمایلهایی که تو این نمایش به کار رفته و عکس مصدق و غیره خیلی خوب آشنا هست و در وبسایت تهران ریویو به تشریح اینها پرداخته و ضمناً به محاکمه و دادگاهی شدن آقای محمود کریمی حکاک هم اشاره کرده در ایران به خاطر اجرای فارسی نمایش رویای نیمه شب تابستان که به تشویش اذهان عمومی متهم شده بود و یادآور میشه که چهره‌های برجسته‌ای مثل آقای منصور فرهنگ اجرای حملت ایران رو در دانشگاه سینا بسیار ستایش کردند. اما از دیگر نقدها باید اشاره کنم مقاله فارسی در اومد از خانم فاطمه کشاورز در سایت اصلاح طلب جرس که نوشته که حملت درد این بی‌عدالتی که سرش اومده رو با پوست و گوشت خودش احساس میکنه و با این همه فقط قصدش انتقام جویی تنها نیست بلکه میخواد معنی این خیانت رو بفهمه و بیان بکنه، یعنی که حملت هم شاعر هست و هم فیلسوف هست و هم حق طلبی است از جان گذشته. از دید این منتقد شاهزاده دانمارکی که حالا شده نماینده جوانای ایرانی تو این پیس بیشتر از هر چیز خواهان برقراری عدالت و رسوایی ظلم و تیرگی هست. این خانم فاطمه کشاورز در نشریه برومزی جرس نوشته که اون چه این بازیگران جوان ارائه میدن ترکیبی است از استعداد، تمرین‌های پیگیر، علاقمندی و کنجکاوی نسبت به متن نمایشنامه حملت به علاوه شوق آموختن درباره آرمان‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران در قرن 21. انگار که این دانشجوها ایشون نوشته می‌بینن که استاد ایرانی تئاتر در دانشگاهشون یعنی آقای کریمی حکاک در آن واحد دری در برابر اونها گشوده که هم به گنجینه از زیبایی‌های متن ناآشنای شکسپیر راه داره، هم به جهان دانش درباره مردم ایران و آزادی‌خواهی و حق‌طلبی مردم ایران. مرسی بهنام برای این گزارش. من که از دیدن این گزارش خیلی لذت بردم، حتما بیننده هم خیلی خوششون اومده. مرسی. حتما پریسا منم همینطور. مرسی. مرسی. نیویورک آمریکا. حضور لیدی گاگا در شبکه تلویزیونی بلک انترتینمنت تلویزیون و یا BET. Let's find out. نیویورک آمریکا. حضور بازیگران فیلم جدید X-Men First Class
از سری فیلم های ایکس من. Bring you peace. Peace was never an option. کویت، شهر کویت، گشایش شعبه جدید هتل میسونی، هتلی لوکس و مملو از آثار هنری با 167 اتاق. هاربن، چین. تولد نوزادان پنج قلو از ببری 11 ساله در باغ وحش شهر. دوستان عزیز، به دقایق پایانی شبانگ امشب نزدیک میشیم. از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید قدردان و سپاسگزاریم. اما در اینجا نظر شما رو به یک موزیک ویدیو جلب کنیم از گریگ هانا، با هم ببینیم. شب خوش.